سلام بچه، سوشارزه هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از بازی گادافار 4 توی کانال. توی این ویدیو قصد دارم شما رو به صورت کامل با منوی فروشگاه آشنا بکنم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. از اونجایی که خودم در اوایل بازی با منوی فروشگاه آشنایی کامل نداشتم، پس ترجیح دادم ازش یه ویدیو تهیه کنم و شما رو با تک تک بخش‌های منو آشنا کنم تا بتونین سریع‌تر در بازی پیشرفت کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم که اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد، کانال منو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. حالا بزن بریم سراغ منوی فروشگاه. بخش اول کرافت نام داره. در این بخش میتونین یه سری آیتم رو واسه خودتون بسازید. آیتم هایی که توی بازی پیدا نمیشن، بلکه باید موادی که واسه ساختنشون نیازه رو جمع کنین تا بتونین در نهایت کرافتشون کنین. اولین قسمت چست آرمور نام داره. در این قسمت میتونین آرمورهای مربوط به سینه رو ببینین و با توجه به لولتون، اونایی که قوی تر هستن و باعث میشن لولتون افزایش پیدا کنه رو کرافت کنین. با زدن R2 و L2 آرمورها رو بر اساس کمیاب بودنشون دستبندی کنین. اینجوری میتونین اونایی که قدرتمندتر هستن رو به راحتی در بالای آرمورهای ضعیفتر مشاهده کنین. بخش بعدی ریست آرمور نام داره. در این قسمت میتونین آرمورهای مربوط به دست‌ها رو کرافت کنین. دقیقاً مثل آرمور سینه میتونین این بخش رو هم بر اساس کمیابیشون دسته‌بندی کنین تا بتونین راحت‌تر واسه کرافت کردنشون انتخابشون کنین. بخش بعدی ویست آرمور هستش و شامل آرمورهای مربوط به پایین تنه میشه. چیزی که بهتره در مورد سه بخش اول، یعنی آرمورهای مربوط به سینه، دستها و پایین تنه رعایت کنین، مچ کردنشون با همه. به عنوان مثال اگه آرمور سینه تون ددلی میست نام داره، سعی کنین آرمورهای مربوط به دستها و پایین تنه هم همنام با آرمور سینه تون باشن تا بتونن ویژگی های آرمور رو بیشتر بروز بدن. اگه میخواین با نحوه کرافت کردن بهترین ست آرمور بازی آشنا بشین، میتونین به این ویدیو مراجعه کنین. بخش بعدی آتریاس آرمور هستش. آرمورهایی که میتونین واسه آتریاس کرافت کنین. آرمورهایی که با رنگ بنفش نمایش داده شدن به نسبت از بقیه ی آرمور کمی قوی تر. بخش بعدیمون اکس پامل هستش. از این قسمت میتونین انتهای دسته تبرتون رو تغییر بدین. هر دسته یه سری توانایی بهتون میده که میتونین با توجه به این منو انتخابشون کنین. Strength قدرت دمیجتون رو نشون میده، Runic قدرت رونیک اتک هاتون، Defense قدرت دفاع، Vitality تواناییتون در برابر ضربات دشمن، Luck شانستون رو واسه دریافت هک سیلور بیشتر از لوت کردن جسد مانسترا، و Cooldown مدت زمانی که باید صبر کنین تا رونیک اتک هاتون دوباره فعال بشن رو نشون میده. بخش بعدیمون Blades پامل هستش. دقیقا مثل انتهای تبر میتونین انتهای بلید هاتون رو هم شخصی سازی کنین. هر کدومو که میبینین قوی تره کرافت کنین تا توانایی هاتون افزایش پیدا کنه. بخش آخرمون تالیسمن نام داره و شامل سنگ هایی میشه که یه سری توانایی منحصر به فرد بهتون میدن. تالیسمن ها در سمت چپ رونیک اتک هاتون نمایش داده میشن و میتونین با نگه داشتن الیک و دایره فعالشون کنین. بریم سراغ بخش بعدی که بخش آپگرید هستش. اولین قسمت شامل آپگرید تبرتون میشه که به جز سود چیز دیگه ای واسه تون نداره. بخش بعدی احتمالاً مربوط به آپگرید کردن بلیت هاتون هستش که چون من تا آخرین سطح قدرتشون آپگریدشون کردم، اینجا واسم نمایش داده نشده. بخش بعدی چست آرموره و میتونین آرموری که در حال حاضر دارین ازش استفاده میکنین و یا اینکه قبلا اونو کرافت کردین و با جمع‌آوری مواد لازم آپگرید کنین. با دیدن این ویدیو میتونین به صورت کامل با نحوه آپگرید کردن بهترین آرمور بازی تا آخرین سطح قدرتش آشنا بشین. بخش بعدی ریست آرمور هستش که میتونین آرمورهای مربوط به دست ها رو درش آپگرید کنین.
و بخش بعدی که ویست آرمور هستش شامل آپگرید آرمورهای مربوط به پایین تنه میشه. قسمت بعدی اکس پامه. در این قسمت میتونین انتهای دسته تبرتون رو آپگرید کنین. اول اونی رو که از همه قوی تره انتخاب کنین و بعدش برین سراغ آپگرید کردنش. اینجوری هم به توانایی هاتون و هم به HP تون اضافه میشه. بخش بعدی بلیت پامل هستش که میتونین انتهای بلیت هاتون آپگرید کنین. و بخش آخرم شامل آپگرید تالیسمن هاتون میشه. با آپگرید کردن تالیسمن ها میتونین مدت زمان فعال بودنشون و یا دمیجی که به مانسترا میدن رو بیشتر کنین. بریم سراغ بخش بعدی که بای نام داره. در این قسمت میتونین یه سری آیتم که براک و سیندری آماده توی فروشگاه دارن و ازشون به ازای هکسیلور خریداری کنین. دیگه نیاز به جمع کردن آیتم واسه کرافت کردنشون نداری. تنها چیزی که ملاکه هکسیلور هستش. اگه هکسیلور کافی واسه خرید آیتم هاتون ندارین، من قبلا یه ویدیو در موردش درست کردم که میتونین به اون مراجعه کنین. به هر حال من کرافت کردن رو ترجیح میدم، اما واسه اوایل بازی خریدن آیتم ها میتونه راحت تر باشه. در بخش چست آرمور میتونین آرمورهای سینه رو خریداری کنین. در بخش ریست آرمور آرمورهای دست ها و در بخش ویست آرمور آرمورهای پایین تنه. بخش بعدیمون آتریاس آرمور هستش. در این قسمت میتونین آرمورهای موجود در فروشگاه که واسه آتریاس مناسبن رو خریداری کنین. و اما بخش بعدیمون اکس هیوی رونیک اتکس هستش. در این قسمت میتونین رونیک اتک های سنگین مربوط به تبرتون رو خیلی ساده از فروشگاه خریداری کنین. اما علاوه بر هک سیلور به یه سری آیتم های دیگه هم نیاز دارین. بخش بعدی احتمالاً اکس لایت رونیک اتکس باشه که بهتون امکان خریداری رونیک اتک های سبک رو واسه تبرتون میده. اما اگه مثل من تمامی رونیک اتک های سبک رو از صندوق ها جمع‌آوری کرده باشین، دیگه این بخش واسه تون نمایش داده نمیشه. بخش بعدی بلیدز لایت رونیک اتکس هستش. رونیک اتک های سبک مربوط به بلید هاتون که میتونین بخرید. همچنین بخش بعدی هم که بلیدز هیوی رونیک اتکس نام داره بهتون امکان خریداری رونیک اتک های سنگینه مربوط به بلید هاتون رو از فروشگاه میده. بخش بعدی انچنتمنت هستش و شامل تلسم هایی میشه که میتونین به آرمور هاتون اضافه کنین تا تواناییشون بیشتر شه. همچنین با اضافه کردن این تلسم ها میتونین خیلی ساده لول خودتون رو هم بالاتر ببرین. واسه انجام این کار به قسمت آرمور از منوی اصلی بازی برین و یکی از آرمور هاتون رو انتخاب کنین. حالا میتونین با زدن مربع انچنتمنت هایی رو که میشه روشون اعمال شر رو اضافه کنین و یا تغییر بدین. این کار رو میتونین واسه هر سه قطعه آرمورتون انجام بدین که میتونه در افزایش لول بسیار کمکتون کنه. بخش بعدیمون Resurrection Stones نام داره. سنگ هایی که با خریدنشون میتونین کاری کنین تا وقتی که جون خودتون رو از دست دادین بتونین دوباره زنده شین. Simple Resurrection Stone باعث میشه بعد از اینکه مردین با زدن مربع آتریاس شما رو در حالی که کمی از خونتون رو به دست آوردین دوباره زنده کنه. Superior Resurrection Stone باعث میشه وقتی دوباره زنده شدین خونتون تقریبا پر بشه. و Berserker Resurrection Stone بهتون این امکانو میده که بعد از زنده شدن کمی خون به دست بیارین و ریجتون هم کاملا پر شه. بسته به دشمنی که قراره باهاش فایت بدین میتونین هر کدوم از این سنگ ها رو که دلتون خواست در ازای هکسیلور خریداری کنین. مثلا واسه فایت با والکری ها سوپریر رزرکشن استون رو پیشنهاد میکنم. میرسیم به آخرین بخش از قسمت بای که ریسورسز هستش. در این قسمت میتونین بعضی از آیتم هایی رو که واسه کرافت کردن و یا آپگرید وسایل هاتون نیاز دارین و از فروشگاه خریداری کنین. دقیقا نه همه ی آیتم ها، بلکه فقط بعضی هاشون.
پس وقتی دیدین یکی از آیتم ها رو واسه ارتقا و یا کرفت ندارین، اول از همه به این قسمت مراجعه کنین تا شاید بتونین به راحتی اونا رو خریداری کنین. بریم سراغ قسمت بعدی که سل نام داره. در این بخش میتونین آیتم هاتون رو بفروشین. قسمت اول مربوط به فروش انچنتمنت ها میشه. از اونجایی که کلی انچنتمنت در طول بازی به دست میارین، پس میتونین در صورت نیاز به هک سیلور بعضی هاشون رو بفروشین. البته اگه از این ویدیو نتیجه نگرفتین. در قسمت بعدی میتونین رزرکشن استون هاتون رو بفروشین که هیچ دلیل منطقی واسه این کار وجود نداره. پس فکر کنین اصلا این بخش وجود نداره. بخش بعدی هم همینطور. آخه فروش ریسورسز؟ البته اگه میبینین از یه آیتم تعداد خیلی زیادی دارین میتونین بفروشینشون. میرسیم به بخش آخر که لاست آیتمز نام داره. بعضی وقتا با کشتن مانسترها یه سری آیتم دراب میشه، اما به هر دلیلی یادمون میره لوتشون کنیم. در این بخش میتونین اون آیتم هایی رو که یادتون رفته از جسد مانستر رو لوت کنین و پیدا کنین و بدون هیچ قیمتی اونا رو از آن خودتون بکنین. این بخش بیشتر در طول خط داستانی به کار میاد، چون در اونجا با انواع و اقسام مانسترها روبرو میشه. خب اینم از این بخش. به این ترتیب ما تونستیم با منوی فروشگاه آشنا بشیم. Sorry you wasted my time. خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، واسهتون مفید واقع شده باشه. اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو واسه بنویسین. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی، farewell.